رضی الله عنهم و رضوا عن. خدا میگه من از اونها راضیم و اونها از من راضیان. جنت البقیر نگاه کنیم که چیگونه قبرستانیه. 10,000 صحابه به جنت البقیر دفنه، 10,000 صحابه دفنه، یک صحابه قبر مشخص نیه، لازم نیه قبر کو امار بشه، آباد بشه، تیار بشه، چون قبر قبر چیزیه که فانی میشه، از بین میره. قبر یک دهلیزچه ایه که از او دهلیز اموات عبور میکنن و میرن به سرای جاویدان. پس به همین ترتیب امروز خیلی اعمال در بین جامعه ما همه همچشمی ها، یک طرف قضیه مردن و قبر تیار کردن و اینها. بعضی سوال میکنن کونی قبر فلان عالم هم که تیار کرده، بچه فلان مولوی هم قبر پدر خور تیار کرده. خیلی دلیل نمیشه، دلیل نمیشه که یک انسان فریب خورد، یک انسان ندانست، یک انسان بالاخره یک اشتباهی کرد ما اور دلیل بگیریم. دلیل ما و دلائل ما قرآن و احادیث و فقه حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه می باشه. وقت ما تمام شد، بحثم طولانیه. به طور خلاصه و فشرده ارتباط به پیام های آیت الکرسی در هفته گذشته آیت الکرسی تفسیر شد، پیام ها داره. پیام های آیت الکرسی با این بحث ما تطبیق میخوره. اولین پیام این آیه مبارکه، ترجمه نمی کنیم چون در هفته گذشته ترجمه شد، اینه که هیچ موجودی جز او ارزش معبود شدن را ندارد. الله لا اله الا هو. هیچ موجودی این لیاقت را نداره که بگیم تو معبودی. لیاقت و شایستگی عبادت در ذات اقدس الهی داره، ذاتی داره که نه اور یک لحظه خواب میبره، نه اور پینکی میگیره و نه یک لحظه هم به چرت میرسه. لا تأخذو سنتون ولا نوم. پس این پیامر میرسونه که ای انسان متوجه باش، معبود خوربشناس، معبود خوربشناس که کینه، او ذاتیه که یک لحظه هم او به چرت و به پینکی و به خواب نمی رود. دوم پیامش حیات واقعی و ابدی و همه حیاتهای دیگر از آن اوست. الحی، خدا زنده، زندگی همه کائنات به او ارتباط داره. اگر نظر خدا یک لحظه، یک لمعه، یک چشم زدن از بنده ها و از کائنات قطع بشه، تمام این کائنات به هم میریزه. مثل که همین لحظه برق ها رفته اما باتری گذاشتن. وقتی که برق میره، برق یک برقه، مثالی میگم، وقتی برق میره پنکم خاموش میشه، دستگاه هم خاموش میشه، کامره هم خاموش میشه، بالاخره اگر بخاری باشه بخاری هم خاموش میشه، همه خاموش میشه، سرد کن و گرم کن و همه خاموش میشه، چون همه به برق ارتباط داره. یک مثالی بود. همه کائنات، همه مخلوقات، همه زمین و آسمان اگر یک لحظه و یک چشم زدن خدای تبارک و تعالی نظر خور از سر کائنات قطع کنه، همه به هم میریزه. پس حی، 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 ذاتی که هیچ وقت از بین نمیرود، همیشه پا بر جا هست. سوم، همه چیز دائما به او بستگی دارد و لحظه از تدبیر او خارج نیست، که همین موضوعی که اشاره کردم، القیوم، قیوم هست، ذاتیه که همیشه به یک حالت هست. خدایی که حضرت آدم علیه السلام پدر ما و شما میگفت یا الله من ظلم کردم به نفس خو، از او وقت تا به حال تا به قام قیامت ایتا نمیشه که این خدا نعوذ بالله من ذالک، حالا که بنده ها خیلی شدم، مخلوق خیلی شدم، خدا نعوذ بالله من ذالک تغییر کرده باشه، کائنات از او بالاخره حالا تعمیرهای عجیب و غریبی در کره زمین ساخته شده، شد تغییراتی در خدا؟ نه، خدای تبارک و تعالی هیچ تغییراتی نمیه، قیوم، پا بر جا، به یک حالت. دنیا به هم بریزه، اون لحظه ای که اذا الشمس کورت و اذا النجوم انكدرت و اذا الجبال سیرت، اون لحظه ای که همه کائنات به هم میریزه، همه دنیا به هم میریزه، اون لحظه ای که قیامت میشه، صحرای محشر میشه، بهشتیا به بهشت میرن، دوزخیا به دوزخ میرن، به خدای تبارک و تعالی تغییراتی نمیاد.
که او در صحرای محشر باز بگه مونده بشه و خسته بشه، نه، قیوم هست. پس این پیامبر برای ما میرسانه که این معبود بشناسید. چارم، همه چیز از اوست، له ما فی السماوات و ما فی الارض، همه از خداست. من و تو هم که در اینجا نشستیم از خداییم، زمین و آسمان از خدایه، اما چرا به غیر الله سرخم کنیم؟ مثال میگم، مثال دیگری، یک کسی شرکتی داره، رئیس شرکته، به دم دروازه یک دروازه‌بانی داره، ما میریم که ما رو به همین شرکت شامل کنه یا رئیس شرکت به ما یک چیزی بده به همین ترتیب. حالا چه کار میکنیم؟ دروازه‌بانی که خود از او معاش خوره، میریم پیش همین دروازه‌بان گریه میکنیم، محتاج و مشکلات دارم، من رو به همین شرکت جا ده. او دروازه‌بان چی میگه؟ دروازه‌بان میگه بخ کاکا برو کالک مر صاحب کار خود مرام بیرو میکنه، برو برات کار خو، برو رئیس پیدا کن، دنبال رئیس بگرد، تا حتی پیش معاونی هم نرو. رئیس اگر میخوای که کارتو جور شه و صحیح شه پیش رئیس برو. له ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان از خدای، عزت از خدای، قوت از خدای. ما دیگه جا بریم، عزت را از دیگه جا، عزت را از حکمت و از ملت و بالاخیر از یک دیگه طلب کنیم. خیلی واقعا شاید خیلی کسانی بوده باشه که اگر فلانی رئیس جمهور شه من خیلی عزت پیدا میکنم، اگر فلانی رئیس جمهور نشه من شاید عزت پیدا نکنم. عجب، عزت خور از رئیس جمهور تعیین شه و پس بشه و پیش بشه. ان العزت لله و ان القوت لله. ای پیامبر میرسانه که ای انسان بیا با قدرت ارتباط برقرار کن که له ما فی السماوات و ما فی الارض، پرواز بکن به آسمان و زمین. ای که یک مملکتیه، ادی مملکتی، بیخی رئیس جمهور با تو آشنا باشه، خیلی کار بکنی به این مملکت، به این چاردواری، این مملکت قدرت داری. با خدا ارتباط برقرار بکن که زمین و آسمان از تو بشه. تکبیر الله، له ما فی السماوات و ما فی الارض. ما و شما این خدا را آمدیم سجده کنیم که زمین و آسمان از اونه. وقتی زمین و آسمان از او بود، یعنی آنچه که در تحت زمین و آسمان از خدایه. پنجم، با خیال و توهم شما چیزی شفی به باسطه نمی شود. ای مشرکین صدر اسلام، قرآن اونا رو مخاطب داره، و ای مشرکینی که امروز غیر از خدا را عبادت می کنیم، ای یهودیایی که عزیر ابن الله می گیم، ای مسیحایی که شما مسیح ابن الله می گیم، شما فکر می کنیم که با این خیالی که داریم عزیر و حضرت مسیح به درد شما میخوره که بگیم بچه خدای؟ نه، من ذلذی یشفع عنده الا باذن. اون روزی که هیچ کس شفاعت کردن نمیتونه مگر به اذن پروردگار عالم. پس این خیالار از ذهن خود این پیامبر میرسونه، میگه فلانی خطیب جان تو نگو که من اولاد خواجه انصارم، زهد و تقوا داشتی محبوب خدایی، که نداشتی نعوذ بالله رانده ابدی، بس تمام. نمیشه که بگی به چند پشت به خواجه انصار میرسم، یا می اولاد فلان و فلان و فلان. و پیامبر رو به فاطمه و زهرا میکنن، رو به خدیجه الکبرا میکنن، میگن یا فاطمه بنت محمد و یا خدیجه بنت خویلد، اعملا عملا صالحا فان یوم القیامه یسال عن اعمالکم ولا یسال عن انصابکم ان اکرمکم عند الله اتقاکم او کما قال. ای فاطمه و ای خدیجه، ای همسر با وفا، تو این همه زحمتی که به من در دنیا کشیدی، متوجه باش که به روز قیامت نمیگن که فاطمه جان تو دختر محمدی، برو به بهشت.